به آن طلاعجاری میگویند محوطه هخامنشی که بنای ویژه‌ای را در دل خود نهان کرده است. هیئتی متشکل از باستانشناسان ایرانی و ایتالیایی حفاری در آن را آغاز کردند و حاصل کار کشفی بزرگ در عرصه باستانشناسی ایران شد. ما فاصله 3.5 کیلومتر از تخت جمشید هستیم در یک محوطه که اسمش تل اجوری، چون از وقت‌های گذشته همه می‌دونند که این پر از اجور. ما اینجا از 2 سال پیش حفاری کردیم و یک ساختمان خیلی مهمی از زمان قدیمی هخامنشی پیدا کردیم. اما آنچه کشف شده تنها یک بنای ساده هخامنشی نیست. این بنا دستاورد تازه‌ای در مطالعات معماری آغازین سالهای سلسله هخامنشیان است. بنایی که گفته می شود احتمالاً به دست بابلیان ساخته شده باشد. هیئت باستانشناسی ایرانی و ایتالیایی با همکاری پژوهشکده باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی و دانشگاهی داخلی موفق شد که 3 سال در این محوطه کاوش‌های باستانشناسی انجام بده و خوشبختانه آثار بسیار ارزشمندی از آغازین روزگار دوران هخامنشی به دست اومده، یعنی از آثاری که مربوط به دوران کوروش هخامنشی است. و این آثار خیلی اهمیت دارن به دلیل اینکه خب ما موتیف‌ها و نقش‌هایی که در این بنای باشکوه که همه از آجرهای لعابدار ساخته شده به دست اومده نقش‌هایی هستن که مربوط به بابل بین النهرین هستن، یعنی در زمانی که 539 قبل از میلاد کوروش هخامنشی بابل رو فتح می‌کنه احتمالاً گروهی از هنرمندان رو به این منطقه کوچونده و اونها این بنای ارزشمند رو ایجاد کردن. تزینات آجر خیلی شبیه با تزینات ساختمان‌های بابلی از دوره بابلی جدید مثل ایشترگیت، و فکر می‌کنیم که این ساختمان از دوره کوروش کبیر هست، قبل از داریوش. این قسمت که می‌بینید قسمت که سالم مونده، و همه این ساختمان که پلان تقریبا مستطیل هست ساخته شده به وسیله آجر و خشت. قسمت داخلی دیوار از خشت، قسمت بیرونی از آجر. و این ساختمان خیلی مهم چون از بیرون آجر یک تزینات لعابدار داشتند. اینجا ما یک ساختمان داریم که یک سنت معماری بین النهرین ایلام داره. این سازه های آجوری که در اینجا به دست اومده در واقع تمام اون بخش نیستن، به خاطری که بخش های زیادی از اینجا در دوره های بعد از هخامنشی به غارت رفته. مثلا در دیواره ها میبینیم این چاله های بزرگی که کنده شده یا این چاله های بزرگی که در روی آجرها هستن. آجرهای این بنا به دلیل ارزشی که داشته در دوره های بعد از هخامنشی از محوطه به غارت رفته. به خاطر همین وقتی که کاوش کردیم همیشه آثاری رو دیدیم که چاله بود، کنده شده بود، یعنی آجرها از جای خودشون خارج شده بودن. رد اینها رو بخشایی به دست آوردیم. مثلا در همینجا یک دیواره بزرگ آجوری وجود داشته که این تراس در دوره های بعد از هخامنشی به غارت رفته، یعنی اینجا دیوار وجود داشته. و این دیوار که بخش‌های مختلفش از آجر هستش، این آجرها در ابعاد 33 در 33 سانتی متر، با ضخامت 7 تا 8 سانتی متر هستن، آجرهای بزرگی هستن، مخصوصا در این قسمت‌ها. اینجا ورودی این بنا بوده، یعنی ورودی این بنای بزرگ در شرق قرار داشته و
نمای این ورودی ها مثل اینجا آجرهای لعابداری که در این بخش به کار رفته، این آجرها اهمیت داشتن. به همین خاطر تمام این آجرها با ملات قیر اندود شده. ببینیم خب برای هخامنشیان مهم بوده و علاوه بر اون نقش های مختلفی در روی سطح آجرها به کار رفته که این آجرها رو میبایست در اینجا به کار میگذاشتن. به همین دلیل بنیان بنا در دوران هخامنشی با ملات قیر تمام آجرها پوشش داده شده، به خاطر اینکه رطوبت نمای آجرها رو خراب نکنه. این آجرهای لعابدار آجرهای ارزشمندی بودن که در یک پروسه خیلی جدی و مثلا کار تکنیکی ساخته می شدن. به همین خاطر هم بود که در این بنای بزرگ حکومتی به کار می رفتن. این آجرها کمبیش تخریب شدن، همه از بین رفتن. حتی ببینید در نمای دیوار این آجر لعابداری هستش که توی تخریب‌های بعد از دوران هخامنشی اینها رو بیرون آوردن.